أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در آيات 67 تا 71 سورة بقرة بودیم، جایی که خداوند متبارک و تعالی قصه گاو بنی اسرائیل را بیان نموده بود. در اینجا سؤالی هست و آن این است که ابتدا حکم این بود که هر گاوی را اینها بکشند امر خدا را اطاعت کردند، لکن بعدن این حکم تغییر پیدا کرد به این که یک گاوی که میان سال هست، نه پیر نه جوان. بعد از اون این حکم تغییر پیدا کرد به یک حکم سومی که این گاو بایستی زرد باشه. سپس این حکم تغییر پیدا کرد به یک حکم چهارمی که این گاو مثلا گاوی باش نباشد که ازش کار بکشند، نه برای کشاورزی و نه برای آبیاری. حالا سوال این است که چگونه حکم تغییر پیدا می کند و آیا اصلا ممکن است که حکم خدای تبارک و تعالی تغییر بکند، با اینکه ما میدانیم که احکام خدا تبارک و تعالی احکامی است که بر مصلحت نازل شده، به هوای نفس نیست. از اون طرف هم خدای تبارک و تعالی عالم هست، مثل بقیه مردم نیست که گاهی قراری را میگیرن بعد برای اونها ثابت میشه که این قرارشون اشتباه بوده، لذلك این قرار را تغییر می دهند. حتی در مهمترین کشورهایی که از نظر دموکراسی خیلی پیشرفته هستند و اینکه یک قانونی که می خوان تصویب بکنن مراحل بسیار زیادی را داره، ابتدا با متخصصین مشورت میشه، مصالح مختلف را در نظر می گیرن، سپس قانون تصویب میشه. اما خب بعد از مدتی کشف میکنن که این قانون یک اشکالاتی درش بوده، تبصره‌ای بهش میزنن. گاهی هم تبصره زدن هم فایده نداره، اصلا قانون را تغییر میدن. این منشأش چیه؟ منشأش این است که انسان جاهل به خیلی از مسائل هست. گاهی یک قراری را میگیره، بعد برای او روشن میشه که این قرارش اشتباه بوده. خدای تبارک و تعالی که این گونه نیست. خدای تبارک و تعالی عالم هست به تمام اشیاء، چه چیزهایی که هست چه چیزهایی که نیست. علم خدا نهایت نداره، حد نداره. پس چگونه ممکن هست که یک حکمی که خدا داده این حکم را بعداً تغییر بده؟ جواب از این سوال به دو صورت هست. صورت اول این است که حکم در وقتی صادر می شود که موضوعی داشته باشد. اگر موضوع این حکم از بین رفت، خود حکم هم از بین میره. یعنی فرض کنید از باب مثل، اگر یک شخصی در حال غرق شدن است، این شخصی که در حال غرق شدنه، خب دستور آمد که او را نجات بدهید، این یک حکم دیگه، او را نجات بدهید. خب ما قبل از این که او را نجات بدهیم غرق شد و تلف شد. اینجا این حکمی که او را نجات بدهید، این حکم هم تمام میشه. چرا این حکم تمام میشه؟ یعنی الان دیگه باید او را نجات بدیم؟ خیر. چرا؟ چون که موضوع این حکم از بین رفت. موضوع این حکم غریقی است که زنده هست، لذا وقتی که این مرد، دیگه جایی برای
نجات دادن باقی نمیماند. پس چرا حکم از بین رفت؟ چون که موضوعش از بین رفت. یا فرض کنید مثلا در احکام شرع خیلی وقتا حکمی برای موضوعی هست، اگر اون موضوع از بین رفت یا تغییر پیدا کرد، حکم هم تغییر پیدا می کند. مثلا زن و شوهری هستن، خب نفقه این زن بر شوهر واجبه، چون که موضوع نفقه زوجه هست، همسر. حالا اگر این دو از هم جدا شدند، بعد از جدا شدن، بعد از تمام شدن عده، آیا بر این مرد واجب هست که به این زن نفقه بده؟ خیر، این حکم تغییر پیدا کرد. چرا حکم تغییر پیدا کرد؟ چون که موضوع حکم تغییر پیدا کرد. موضوع حکم همسر بود، الان دیگه این همسر نیست، تا اینکه نفقه دادن برای او واجب باشد. یا فرض کنید مثلا جهاد، در وقتی که دشمن حمله کرده به بلاد اسلام، واجب هست که مسلمان ها دفاع بکنن. خب این جهاد واجب است. موضوع جهاد چیه؟ تعرض دشمن است در جهاد دفاعی. حالا اگر این دشمن که حمله کرد، ما خواستیم دفاع بکنیم، خود دشمن عقب نشینی کرد یا فرار کرد، موضوع جهاد هم از بین رفت. پس بنابراین اینجور نیست در احکام خدای تبارک و تعالی اگر تغییر پیدا بکند، گاهی به خاطر جهل یا به خاطر ندانستن مصلحت هست، بلکه گاهی به خاطر از بین رفتن موضوع یا تغییر موضوع هست. ما در یکی از جلسات گذشته این مطلب را هم از زاویه دیگری بیان کردیم که انسان ممکن است یک حکمی برای او جائز نباشه، اما اگر موضوع را تغییر داد، اون چیزی که جائز نبود میشه جائز. یعنی یک کسی در ماه رمضان جائز نیست غذایی تناول بکند، باید روزه بگیره. حالا اگر این انسان سفر رفت، وقتی سفر رفت با شرایط شرعی سفر، در اونجا اصلا جائز نیست روزه بگیره، واجب هست که افطار بکند. خب در ماه رمضان کسی که در شهرش نشسته یا مقیم هست واجب روزه بگیره، اما اگر مسافر شد موضوع تغییر پیدا میکنه، واجب میشود که افطار بکند. پس بنابراین این یک مسئله کلی هست. گاهی هم تغییر حکم به خاطر نسخه. نسخ در حکم معناش این است که حکم یک وقت معینی داشت، لکن خدای تبارک و تعالی به خاطر مصلحتی مدت حکم را بیان ننمود. سپس وقتی که مدت تمام شد، اعلام می کند که این حکم هم تمام شد، چون که این حکم موقت بود به یک مدت معینی. حالا که مدتش تمام شد، حکمم تمام میشه. وقت گاهی از اول گفته می شود که این مدتش موقته، گاهی از اول گفته نمیشه مدتش موقته به خاطر مصلحتی، و انما بیان میشه که واجب هست بر شما این کار رو انجام بدید. هر وقتم مدتش تمام شد، بهشون میگن مدتش تمام شد. مانند موردی که در آیه نجوا هست. در آیه نجوا مسلمان ها بعضی هاشون میمدن با پیغمبر در گوشی صحبت میکردن، به شکل آهسته صحبت میکردن، کنار پیغمبر میامدن، مزاحم پیغمبر بودند، بعضی وقتا کار مهمی هم نداشتند، بی خود وقت پیغمبر را می گرفتند. گاهی هم بعضی ها به خاطر اینکه نشون بدن که خودشون مهم هستند و اهمیت خودشون را به رخ دیگران نشون بدن، می مدن با پیغمبر در گوشی صحبت می کردند. حرفی که می زدن یک حرفایی بود که مفید هم شاید نبود. آیه نازل شد که ای کسانی که ایمان آوردید،
اگر شما خواستید با پیغمبر نجوا داشته باشید، مخفیانه صحبت بکنید، در گوشی صحبت بکنید، قبل از این که با پیغمبر نجوا بکنید صدقه‌ای بدهید. این صدقه دادن واجب شد. مدت این حکم که وجوب صدقه دادن قبل از نجوای با پیغمبر صلی الله علیه و آله یه مدت محدودی بود. حالا بعضی روایات گفته که 10 روز، بعضی روایات گفته کمتر، در پاره ای از روز، یک کمتر از یک روز بوده. از اول این محدود بود، اما اگر از اول بهشون گفته میشد که این مدتش محدود هست، اون غرضی که از این حکم بود حاصل نمیشد. حالا میگیم که چی بود اون غرض. خب این حکم یک حکم موقتی بود، حالا برای چند ساعت یا برای 10 روز، اما بیان نشد که این موقت به این وقت است. خب اینایی که برای نشون دادن اهمیت خودشون میمدن با پیغمبر در گوشی صحبت میکردن، یا اینایی که بی خود و بیهوده مزاحم پیغمبر میمدن میشدن، اینا تماما دست کشیدن، چون که واجب بود که دیگه صدقه بدن. تنها کسی که به این حکم عمل کرد حضرت امیر علیه السلام بود. حضرت کار مهمی داشتن با پیغمبر و نمیخواستن که دیگران مطلع بشن به هر جهتی که بود. ابتدا یک صدقه ای دادن، آمدن با پیغمبر صلی الله علیه و آله نجوا کردن. حالا در بعضی روایت هست که 2 بار، 3 بار، 4 بار، حالا چند بارش مهم نیست. بعد که برای همگان ثابت شد که هیچ کدوم حاضر نشدند که صدقه بدهند تا بیان نجوا بکنند، آیه نازل شد که نسخ این حکم. یعنی چی نسخ حکم؟ یعنی بیان این که مدت این حکم تمام شد. غرضی که از این حکم بود این بود که برای اینها ثابت بشه که شما کارهای بیهوده‌ای داشتید، مزاحم پیغمبر بودید، ثابت بشه که مردم برای اینکه اظهار اهمیت برای خودشون بکنند حاضرن کارهایی بکنن. اما وقتی که نوبت پول دادن برسه، ولو پول دادن به فقیر، حاضر نیستن. وقتی که خودنمایی باشه حاضرن، وقتی که باید از خودشون مایه بذارن حاضر نیستند. این غرض وقتی حاصل شد، این برای تربیت مسلمان ها بود که ای مسلمان ها، شما خلاصه مواظب باشید، نفستون را ملتفت بشید که نفس متکبری خیلی ها دارن و بایستی نفس را صیقل بدن، جلا بدن، از این رذایل اخلاقی دور بکنن. در عین حالم انسان بی خود و بی جهت نیاد مزاحم پیغمبر بشه، از اون طرف هم تشویق به کمک به فقرا و مستضعفین درش بوده. یعنی این مسئله اخلاقی و این نکته اخلاقی برای اونها بیان شد، برای ما هم بیان شده. ولو این حکم الان نسخ شده، اما ما این آیات را که میخونیم یک درس تربیتی بزرگی در این آیات هست. پس حکم از اول موقت بود، اما وقتش بیان نشد. چون که اگر وقتش بیان میشد، اینا برای این که مثلا افتخار عمل به این آیه بازم نصیبشون بشه، ممکن بود بیان نه به خاطر خدا، به خاطر افتخار این کار را انجام بدن، بازم اون بار اخلاقی که در این آیه مد نظر بود حاصل نمیشد. ولذالک بیان نشد که این حکم موقته، اما در اصل این حکم موقت بوده. این هم نسخ. حالا در نسخ بحث‌های زیادی هست که به یک گوشه‌هایی ازش کمی دیگه اشاره خواهیم کرد. در قصه اون کشته بنی اسرائیل که برای زنده کردنش خدا دستور داد گاوی را بکشند و دم این گاو را به اون مرده بزنند که خدا این مرده را زنده بکند تا قاتل خودش را معرفی نماید، در مورد این قصه ابتدا حکم این بود که هر گاوی را بکشند. خب بنی اسرائیل بنا بود این حکم را اطاعت بکنند، این حکم را اطاعت نکردن، اومدن بهانه گرفتن. خب چرا خدا حکم را تغییر داد؟ از این که هر گاوی که اینا بکشن
تغییر داد به گاو مخصوص، و اون گاو مخصوص گاو میان سال، نه پیر نه جوان. این یا نسخ حکم اول بود، یعنی حکم اول این بود که هر گاوی را بکشن، اینها چون که این حکم را اطاعت نکردند مدت حکم تمام شد. وقتی مدت حکم تمام شد یک حکم جدیدی آمد که گاو میان سال باشه، کافی نیست هر گاوی را بکشید. فقط از اول مدت حکم بیان نشده بود تا طبیعت لجوج اینها کشف شه و تربیت باشه براشون که لجبازی نکنید. لجبازی باعث می شود که امر بر شما سخت تر بشه. دستور خدا رو فوراً اطاعت بکنید بدون چون و چرا. البته فقط دستور خدا و پیامبر و ائمه باید بدون چون و چرا اطاعت بشه. دستورهای دیگران قابل بحث و گفتگو و بررسی و اشکال و جواب هست. حالا اون بماند، در جای خودش باید بحث بشه. خب این یا نسخ بود یا اینکه مصلحت تغییر پیدا کرد. اینها ابتدا به خاطر اینکه معجزه‌ای از خدای تبارک و تعالی به دست حضرت موسی ببینند، عقیدهشون قوی‌تر بشه به قدرت خدای تبارک و تعالی، زنده نمودن مردگان را با چشم خودشون ببینن، عقیدهشون به معاد قوی تر بشه، دستور آمد که یک گاوی را بکشن، با این طریقه با دم این گاو یک مرده ای را به اذن خدا زنده کنند. اما چون که اینها لجبازی کردن، اون حکم مصلحتش تمام شد. وقتی مصلحت اون حکم تمام شد یک حکم جدیدی آمد، آن کشتن گاو میان ساله. وقتی که باز هم اینها لجبازی کردن، یا اون حکم قبل نسخ شد و یا این که موضوعش تبدیل پیدا کرد، موضوع حکم تبدیل پیدا کرد به یک موضوع دیگری، و همچنین هر لجبازی که می کردن، هر سؤالی که می کردن، عدم تسلیمشون مقابل خدای تبارک و تعالی باعث می شد که اون حکم سابق یا موضوعش تغییر پیدا بکنه یا مدتش تمام بشه. و شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه این را بیان فرمودند، بسیاری از فقها و اصولیین این را هم بیان نمودند که در نسخ حضور وقت عمل شرط است و لازم نیست که در نسخ که عمل بشه به اون حکم منسوخ، چون که همین که حضور وقت عمل بشود در این که این حکم بیهوده ای نیست کفایت میکنه. پس بنابراین در قصه بنی اسرائیل یا نسخ شد اون احکام آسان در کشتن یک گاو به یک احکام سختتر، تا اینکه معین شد در یک گاوی که قیمتش قیمت پرنمودن یک پوست گاو از جواهرات و طلا بود، و یا اینکه موضوع حکم تغییر پیدا کرد به یک حکم جدید. سبحان الله والحمد لله ولا إله در بحث نسخ مواضیع بسیار زیادی هست که ما به گوشه ای از اون مواضیع اشاره می کنیم. در یکی از آیات سوره بقره در آیه 107 و 106 موضوع نسخ بیان شده: ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. گفتیم که نسخ معناش این است که یک حکمی را خدای تبارک و تعالی می آورد، اعلام هم نمی کند که مدت این حکم چه مقداره. از اول حکم موقته، چون که مصلحت در اون وقت بیشتر نیست،
وقتی که مدت تمام شد اعلام میشه که مدت تمام شده. چون که بنی اسرائیل در زمان پیغمبر آمدن اعتراض کردن به پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفتن که اگر شریعت حضرت موسی از طرف خدا بود، شریعت خوبی بود، شریعت با مصلحتی بود، پس باید الانم مستمر باشه. اگر این شریعت برای این زمان به درد نمیخورد، شریعت خوبی نیست، پس باید از اصلش باطل باشه. پس یا از اصلش باطله، خب شما که قبول ندارید که از اصلش باطله، قبول دارید که حضرت موسی علیه السلام فرستاده خدای تبارک و تعالی است، اینو قبول دارید. قبول دارید که شریعت خدا در اون زمان همین شریعتی بود که بر بنی اسرائیل توسط حضرت موسی علیه السلام نازل شد، اینو قبول دارید. پس وقتی که این از طرف خداست، پس باید الانم مستمر باشه. پس این شریعت جدید که شریعت اسلام شما باشه، این شریعت باطلی هست. این اشکالی است که اینها بنی اسرائیل در زمان پیغمبر بر اسلام کردند. خب این آیه در جواب از اشکال اینها نازل شد و آن این است که خدای تبارک و تعالی همچنانی که در نظام جهان و نظام آفرینش موجوداتی می آورد، این موجودات را از بین می بره، موجودات دیگری به جای اینها میاره، چون که این جهان به اصطلاح جهان کون و فساد هست، یعنی ایجاد شدن و از بین رفتن. شما تمام این جهان هستی را نگاه بکنید، یک چیزهایی متولد میشه، یک مدت زمان معینی را میگذرونه، بعد به مرحله میرسه که تمام میشه. حالا ممکنه مدت کم باشه، ممکنه مدت زیاد باشه. فرض کنید یک انسان موجود نبود، این انسان جسمش در زمین پراکنده بود، بعد خدای تبارک و تعالی اجزای این انسان را جمع کرد از زمین، یک انسان متولد شد. خب این انسان یه مدتی را در این جهان سپری میکنه، بعد هم میمیره. وقتی که مرد، دوباره این جسم پراکنده میشه، برمیگرده به عناصر خاکی که بود، برمیگرده. جانوران همینجور، درختان همینجور، حتی جمادات همینجور. یعنی این مثلا کره زمین، خورشید، ستارگان، اینها یک عمری دارند. مثلا میگویند که دانشمندان این فرضیه یا نظریه رو دارند که عمر این منظومه شمسی 4 میلیارد سال هست، یعنی 4 میلیارد سال پیش این منظومه شمسی تشکیل شد و تا 4 میلیارد سال دیگر هم عمرش هست، در 4 میلیارد سال دیگر تمام میشه، یعنی خورشید منفجر میشه و این نظام منظومه شمسی از بین میره. آخه یک چیزهای دیگری تولید پیدا میکنه، یعنی در این جهان مرتب ستاره های تولید پیدا میکنن، ستاره های از بین میرن، دوباره اون عناصری که از انفجار ستاره ها حاصل شده بود جمع میشه، ستاره های دیگری تولید میشه و همچنین. پس نظام این جهان نظام ایجاد و از بین رفتن هست. همچنانی که خدای تبارک و تعالی در نظام تکوین اشیائی را میاره، سپس بعد از مدتی این اشیاء را از بین میبره، اشیاء دیگری را میاره یا اشخاص دیگری را میآورد، همچنین کسی که قدرت در نظام تکوین دارد، در نظام تشریع هم همین قدرت را دارد. خدا تشریع هم دستش هست، به مصلحتی حکمی میآورد، وقتی مصلحت اون حکم تمام شد، اون حکم را تغییر میده. همچنانی که انسان، خدای تبارک و تعالی انسان را به مصلحتی آفرید، بعد انسان را هم به مصلحتی میراند. مثل فرض کنید از باب مثل، دولتی پولی را چاپ میکند، بعد از مدتی این ورقی که چاپ شده برای پول تغییرش میدن. خب یک کسی سوال میکنه، میگه که اگر اصل چاپ اون پول درست بود چرا تغییرش کردند؟ میگن که اون وقتی اصل چاپش درست بوده، اما برای یک وقت معینی،
الان زمان مقتضی این است که حالا یا به خاطر این که مثلا کاغذ این پول کاغذ پوسیده‌ای شده، یا به خاطر جهات دیگری عکسی که بر این پول بوده باید تغییر پیدا بکنه، مثلا رئیس قبلی بوده عکسش روی پول بوده، حالا رئیس بعدی آمده باید عکسش مثلا روی این پول چاپ بشه مثلا. بنابراین به خاطر مصلحتی این پول چاپ شد، نوشته ها یا عکسی که روی این پول بود چاپ شد، الان اون مصلحت تمام شد، باید پول جدیدی چاپ بشه یا عکس جدیدی چاپ بشه. کار قبلی اشتباه نبود، 20 سال پیش که این پول را چاپ کردن کار اشتباه نبود، الانم که تغییرش دادن بازم کار اشتباهی نیست، چون که اون به مصلحت بود اینم به مصلحت. یا فرض کنید یک نوزادی که به دنیا میاد، این نوزاد باید شیر مادر را بخوره، حالا این نوزاد 2 سالش شد، شیر مادر را دیگه نباید بخوره، باید غذا بخوره. در آیه داره که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، اگر کسی میخواد دوره شیردهی را کامل بکنه 2 سال. حالا بعد از 2 سال در روایات هست که اصلا مکروه به بچه شیر بدن، بچه‌ای که 2 سالش شد بعد از اون اگر شیر بهش بدن این باعث کودنی این بچه میشه، این بچه باید غذا بخوره. خب سوال میکنه یک کسی، میگه اگر شیر مادر خوردن خوب بود، چرا الان که 2 سالش شد نباید شیر مادر را بخوره؟ اگرم بد بود چرا از اول شیر مادر بهش میدیم؟ جواب اینه که نه، مصلحت ابتدا در شیر مادر بود، الان شرایط فیزیکی و جسمی و عقلی این نوزاد تغییر پیدا کرده، مصلحت در این است که غذا تناول بکنه. در احکام شرع هم همینه، یک زمانی بشریت در مراحل ابتدایی خودش بود، مناسب اون مراحل ابتدایی یک احکامی آمد، بعضی از اون احکام حالا بشریت یک کمی پیشرفت کرده، اون احکام دیگه مناسب اینها نیست، باید این احکام تغییر پیدا بکنه، با اینکه اون احکام در زمان خودش درست بوده. همه ما کلاس اول ابتدایی رفتیم، کلاس اول ابتدایی رفتیم، بعد کلاس دوم، بعد کلاس سومی، عده بعدن رفتن دانشگاه. این روزی که دانشگاه وارد میشه، یک کتابهای دانشگاه را میگیره، این آیا کتاب کلاس اول ابتدایی به دردش میخوره؟ خیر، کار بیهودهی کرده که سال اول وقتی 7 سالش بود رفته کلاس اول. خیر، کار بیهودهی نکرده، کارش درست بوده، فقط این کتاب کلاس اول به مقتضای اون زمان بوده، اون سن و سال بوده، این کتاب دانشگاه هم به مقتضای این زمان و این سن و سال. لذالک خدای تبارک و تعالی شرایع را به تدریج آورد. البته معلوم باشه چند چیز هست که اینا یک حقایقی هست که قابل تغییر نیست، چون که حقایقی هست که قابل تغییر نیست لذالک در تمام شرایع بوده. مثلا توحید خدا یکیه، اینجور نیست که یک زمانی یک پیغمبری بیاد به مردم بگه که خدا دوتاست. چرا؟ چون که این یک حقیقتیست غیر قابل تغییر. لذا از روز اول از حضرت آدم تا حضرت خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله تمام پیامبران دعوت به توحید کردن. مسئله نبوت یک حقیقت غیر قابل تغییر، لذا از روز اول تا الان و تا روز قیامت مسئله نبوت باید جزء معتقدات باشه، که انسان باید معتقد به پیامبرانی باشه که از طرف خدای تبارک و تعالی است. عدل خدا، صفات خدا یک حقایقی است که غیر قابل تغییره. مسئله معاد حقیقتی است غیر قابل تغییر. در زمانی که پیامبران نیستن باید اوصیایی برای پیامبران باشه، اینا یک حقیقتهایی است غیر قابل تغییر. لذلك در مسائل اعتقادی نسخ نیست. در مسائل اخلاقی، در مسائل اخلاقی هم نسخ نیست، چون که مسائل اخلاقی یک حقیقت‌های غیر قابل تغییره. خیانت چیز بدیه، این از زمان حضرت آدم تا روزی که آخرین انسان روی کره زمین باشه خیانت چیز بدیه. راستگویی، صدق، عدالت چیزای خوبی هست، اینها هیچ وقت قابل تغییر نیست. لذا پیامبران از روز اول تا آخرین پیامبر و تا روز قیامت در مسئله اخلاقیات تغییری ندادن، چون که یک حقایقی است
غیر قابل تغییر، حالا چه به عنوان علت تامه چه به عنوان مقتضی. بعضی احکام هم اصول اون احکام غیر قابل تغییره، مانند عبادت. تمام پیامبران به عبادت خدا امر می‌کردن، این حکمیز غیر قابل تغییر. بنابراین نسخ در عقاید نیست، نسخ در اخلاقیات، فضائل، رذائل نیست، امر به فضائل و نهی از رذائل. نسخ در اصول احکام شرعی نیست. چیزی که هست تغییر در خصوصیات بعضی احکام است. یک بعضی احکام مناسب یک زمانی بود، نسبت به اون زمان این احکام بود، در زمان دیگری این احکام مناسبت ندارد، بعضی از این احکام، لذا تغییر پیدا کرده. حضرت عیسی علیه السلام خطاب می کند به بنی اسرائیل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده بود اینها رو من برای شما حلال می کنم، چون که تحریمش به خاطر مصلحتی بود، اون مصلحت تمام شد، یعنی مفسده ای داشت این کار در اون زمان، چون که در اون زمان مفسده ای داشت لذالک حرام شد. الان که زمان حضرت عیسی بود، شریعت حضرت موسی نسخ شد، لذالک نسخ در بعضی احکام. اما دین خدا یک دینه، لذا این که میگن ادیان متعدد، این یک تعبیر اشتباهی است. ادیان الهی تعبیر صحیحی نیست، مگر این که مرادشون تعبیر مجازی باشه. دین خدا یکی هست، لذلك در آیه شریفه هست، ان الدین عند الله الاسلام. حضرت ابراهیم مسلم بود، حضرت آدم مسلم بود، تمام پیامبران مسلم بودند، تسلیم به خدای تبارک و تعالی بودند. در عقاید، در فضائل، در اصول احکام تمام پیامبران یکی بودند، به یک چیز مردم را امر می کردند. اختلاف در شرایع بوده، اونم بعضی از احکام شرایع، نه در تمام احکام، و الا اصول احکام یکی بوده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در تمام شرایع روزه بوده، اما مختلف بوده کیفیت روزه. حالا در خصوص ماه رمضان ممکنه نبوده، جایز بود مثلا در بعضی از شرایع که دو روز پشت سر هم روزه بگیرن، یعنی با شب را هم زمیمش بکنن. خب این در شریعت اسلام نسخ شد، حرام است که انسان دو روز را با شبش روزه بگیره، صوم و سال مثلا. کیفیت نماز با این کیفیت نمازی که ما داشتیم یک کمی اختلاف داشته. زکات همچنین بر همه واجب بوده، حالا کیفیت شرایطش اینها اختلاف داشته حسب اختلاف مصالح، تا این که اون چیزی که نهایی هست برای بشریت، مصلحت کامل هست، قابل نسخ نیست. در زمان پیغمبر اسلام خدای تبارک و تعالی بر مردم نازل کرد، چرا که بشریت مرحله از بلوغ فکری رسیده بود که بایستی اون احکامی که مناسب این مرحله بلوغ فکری این بشریت هست برای اینها قرار داده بشه. بله، گاهی ممکن است شرایط افراد فرق داشته باشه در زمانهای مختلف، لذالک ما یک واجباتی داریم که اینها را بهشون میگوین واجبات تخییری، یعنی انسان مخیر است بین یک، دو، سه کار. فرض کنید کسی که عمدن روزش را خورده باشه، این مخیر است در کفارش، غیر از این که باید اون روزه را قضا بکنه، یا یک بردهی را در راه خدا آزاد بکنه، یا 60 مسکین را قضا بده، یا اینکه 60 روز روزه بگیره. این واجب تأخیریه. چرا این واجب تأخیریه؟ چون که افراد مختلف هستند، بعضی ها پول ندارن که بردهی را آزاد بکنن، خب ممکن است مقداری داشته باشه که 60 نفر را اطعام بکنن، یه شخصی همین مقدار را هم نداره، ممکن است روزه بگیره. لذالک اگر مصلحت در کارهای مختلف بود، اینجا مثلا یکی از مواردی است که واجب تخییری هست که مواردش در فقه ذکر شده. نتیجتاً چیزی که به مصلحت کل بشریت هست در مرحله بلوغ این بشریت، در اسلام بر پیامبر نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کردند،
در جاهایی هم که مصلحت متعدد بود واجب تخییری شد. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که به دستورهای خدای تبارک و تعالی عمل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.